محبت کنن، صدای ما رو تقویت کنن برای آقای درودگر. آقای درودگر، چهارشنبه پرسپولیس تبلیغات دور زمینش رو خودش مدیریت میکنه؟ از دو سال، از سال گذشته ما این کار رو انجام دادیم به دلایل مختلف، اصلا هم راغب به این کار نبودیم، ولی الزام شد به ما. یعنی اینکه من زمانی که اومدم تو هیئت رئیس سازمانی، قبلش مسئول بازاریابی نبودم، اومدم دیدم که توی جلسه یه آقایی که در واقع اسپانسر بود و قرارداد بسته بود، اومد با یه شرایط خیلی بدی صحبت کرد که اصلا شما به رسمیت نمی‌شناسم. من خودم با معاون وزیر ورزش صحبت کردم، شما اصلا شرطی به من می‌ذارید، من شما طرف من نیستید، از من خواهش کردم من میام تبلیغات بگیرم، ولی مثلا از راغب نبودم و پولا رو نمیداد. و اون تاریخچه‌ای که شما بهتر از من می‌دونید، 20 سال تقریبا فوتبال رو در واقع پولش رو می‌بریدم و فوتبال التماس می‌کرد با این جایگاهی که فوتبال داره، با این پتانسیل. در همین اسپانسر فصل گذشتمون، دو فصل گذشتمون که اومدم با ما صحبت کنم، در جلسات اول میگفتن ما اومدیم به شما یاد بدیم، ما اومدیم به شما کمک کنیم و پولی هم نباید بگیرین از ما، باید شما بیاین از ما استفاده کنید، شما دانش ندارین. جوری با ما رفتار میکردن که انگار فوتبال یک بچه صغیره. درست. توی دو سال گذشته ما کاری کردیم که اولین قدم این بود که پول رو برگردوندیم به خود سازمان لیگ. یعنی دیگه ما طرف اول قرارداد بودیم. قبلا ما اصلا قراردادا رو نمیدیدم مسئولی. یعنی قراردادایی که اسپانسر میبست خودش به صورت محرمانه نگه می‌داشت، حتی یه نسخه به سازمان با کی میبست؟ و ما اینا رو بعدا اومدیم گرفتیم. صدا خیلی ضعیفه. بچه صدا بردار، یه لطف میکنید تقویت کنید صدای منو. با کی میبست آقای درودگر؟ مگه قرارداد درست هیچ کس نمیدید؟ سازمان لیگ فدراسیون بسته میشد، ولی سازمان لیگ فدراسیون هیچ در واقع حتی یه نسخه از قرارداد اون شرکت با شرکت دیگه نداشتم. کما اینکه ما وقتی که اومدیم، یعنی من اومدم مسئولیت گرفتم، به اون شرکتی که بدهکاره و ازش شکایت کردیم، رأی هم گرفتیم و الانم حس من اینه و واقعیت هم اینه که پشت صحنه همین کاراست، بهشون اعلام کردیم که شما ریز دریافتی قراردادتون برای ما بیارید. ایشون ریز دریافتی برای ما آورد، 22 تا شرکت اعلام کرد که ما تبلیغات رفتیم. من 400 تا فیلم دادم، بچه‌هامو مانیتور کردن، دیدیم 51 تبلیغ رفته و 22 تا شما اعلام کرده. یکی از این تبلیغات هم یه شرکت بزرگ هواپیمای خارجی بود و متاسفانه هیچ چیزی دست فوتبال نبود. ما دو سال اومدیم در واقع با شرکتی که طرف قرار دادمون بود کار کردیم، ولی ما به عنوان طرف اول بودیم. باز یه 27% پول میدین بابت اجرا. ما احساس کردیم که اگه این 27% هم تقلیل بدیم به 6-7%، 10%، باز کار بزرگیه برای فوتبال. و اونم اینی که ما یه تجربه‌ای در فوتبال به دست بیاریم، همین تجربه رو منتقل کنیم به باشگاه‌ها. ما خادم باشگاه هستیم، ما که در برابر باشگاه نیستیم. اومدیم سال اول، باید عرض کنم خدمتتون، هفته اول تا هفتم مسابقات ما یه دونه اسپانسر قرارداد بسته بودیم، چون همه ما رو تحریم کرده بودن و ما رو در واقع آجور بریم سریع تا برسیم به الان. ما یه عالمه باشم داریم با تحریم. من فقط نمیخواستم بگم، من تو یه جمله بگم، از من تو یه جمله بگم، از اون اول آقای سعدی داستاندار بوده این بخش تبلیغات دور زمین. آقای درودگر خوشونم خیلی کلی از دو سه تا شرکت شکایت کردن تو سازمان لیگ و تو هنوزم تو دادگاه کشی هستن. 12 میلیارد، 14 میلیارد، 16 میلیارد قرارداد سه ساله شرکتی بسته بود، سال بعد شد 110 تا. یعنی شما ببین اون سال چقدر بوده که یهو این پرش اتفاق افتاده که تو شکایت هستن و الان هم فکر کنم حکم هم گرفتن. آقای درودگر، چهارشنبه پرسپولیس تبلیغات دور زمینشو خودش مدیریت میکنه؟ ما همکاری آقای درودگر با اساس صورت جلسه که در حضور هم کارگروه انجام دادیم، هم در برابر معاونت محترم وزارت ورزش و جوانان تفاهم کردیم با هر دو باشگاه، استقلال و پرسپولیس. متأسفانه باشگاه استقلال روش مناسبی تو برخورد با سازمان لیگ به عنوان برگزار کننده نداشت، ولی باشگاه پرسپولیس کاملا هماهنگی لازم، ما اصلا با باشگاه پرسپولیس داریم، ما وظیفه‌مون رو بهشون خدمت بدیم و تبلیغاتی که دارن به ما میدن، طی نامه‌ای براشون اجرا می‌کنیم.